شامگاه امروز دوشنبه هواپیماهای ترکیه مواضع نیروهای حزب کارگران کردستان پیکک را در استان دوهوک اقلیم کردستان عراق بمباران کردند. همکارم سوران خاطری از اربیل گزارش می‌دهد. روستاهای کیسته و هروری در بخش کانیماسی استان دوهوک در نزدیکی مرز ترکیه شامگاه امروز به شدت بمباران شدند. طبق گزارش رسیده به صدای آمریکا، 3 کارمند برق در این بمباران زخمی شده اند و بیش از 5 هکتار زمین کشاورزی هم سوخته است. ساکنین روستاهای کیسته و هروری از ترس ادامه بمباران ها محل زندگی خود را ترک کرده و به روستاهای مجاور پناه برده اند. این بمباران ضرر و زیان بسیاری به دام‌ها و زمین‌های کشاورزی این بخش رسانده است. مردم از ترس بمباران‌ها زمین‌های کشاورزی خود را ترک کردند. بمباران ترکیه پس از سال 1998 که یک پایگاه اصلی در بخش کانیماسی تأسیس کردند، افزایش چشمگیری یافته است. از 3 اردیبهشت ترکیه به عمق 9 کیلومتر وارد خاک اقلیم کردستان شده و 4 پایگاه نظامی جدید تأسیس کرده است. هدف قرار دادن پایگاه‌های نیروهای پی‌کی‌کی به مناطق مرزی اقلیم کردستان و ترکیه محدود نمی‌شود. آنکارا در چند سال گذشته بارها مناطق مرزی ایران را نیز بمباران کرده. حضور نیروهای ارتش ترکیه در خاک اقلیم کردستان و حملات مکرر آنها به پایگاه‌های پی‌کی‌کی تنش‌های بین آنکارا و بغداد را افزایش داده. 11 اردیبهشت سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه اعلام کرد آنکارا قصد دارد پایگاه نظامی جدیدی در ناحیه متین استان دوهوک اقلیم کردستان تأسیس کند. یک روز پس از صحبت‌های سلیمان سویلو، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه از یکی از پایگاه‌های ارتش این کشور دیدار کرد. دیداری که موجب واکنش تند مقامات عراق شد و آن را به مشابهت نقض حاکمیت ملی عراق قلمداد کردند. آمریکا از سال 1997 و اتحادیه اروپا از سال 2001 پی‌کی‌کی را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند. ترکیه و پی‌کی‌کی از سال 1984 وارد جنگ نظامی شدند. جنگی که تا کنون در آن ده‌ها هزار تن از هر دو طرف و غیر نظامی کشته شدند. هزاران تن هم در ترکیه هم به اتهام ارتباط با پی‌کی‌کی دستگیر شدند. دستگیری هایی که سازمان های حقوق بشری آنکارا را به آن متهم می کنند که جنگ پی‌کی‌کی را بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان قرار داده. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.